با سلامی گرم و درود فراوان به بینندگان برنامه ضیافت در این سیاره زندگی ساز در هر کجا که ما رو میبینید براتون سلامتی آرزو میکنم. قبل از اینکه وارد ریتم اصلی برنامه بشم و هنرمند ارجمندی که مهمان برنامه است به شما معرفی بکنم، میخواستم خیلی سپاسگزاری کنم از مهرتون، از لطفی که به برنامه دارین. وقتی که مادری از ایران به نگران آینده فرزندش که موزیسین است تماس میگیره، وقتی که پدری برای فرزندش که مریض تماس میگیره، وقتی که بچه هایی هستن که میخوان یک کار تئاتر بکنن با من تماس میگیرن، احساس غرور میکنم و احساس میکنم که برنامه ساده تلویزیونی ضیافت فراتر از یک معرفی یک هنرمنده، در اصل ما به صورت یک فامیل در اومدیم و این ارتباط مهربانی که بینمون ایجاد شده میتونیم با هم درد دل کنیم، با هم گریه کنیم، با هم شادی کنیم و در اصل تمام تصمیم من بود که بتونم یه ارتباط عاطفی با بیننده هام ایجاد بکنم که خوشبختانه در این سالهای اتفاق افتاده. مهمان برنامه ضیافت رامین نیامی کارگردان سینماست. رامین نیامی اسمی آشنا برای اهل هنر و یکی از هنرمندهای حرفه‌ای است که در جامعه بین‌المللی باعث افتخار ایران، اسم ایران و ایرانی است. رامین از سالها قبل در نیویورک اسمش شنیدم که تدریس میکرد، بعد یه پروازی بلند کرد اومد به لس آنجلس در دانشگاه USC. بسیار فیلم ساخته، خودش همیشه اصرار داره که کمتر از سوابق من صحبت بکن، من دوست دارم کارم رو روی فیلمشون بدم. و در چند وقت پیش وقتی که رفتم فیلم بلوزشو در یکی از سینماهای حرفه‌ای شهر فرشته‌ها دیدم و چقدر آدم‌های معروف در اون سینما بودن از چهره‌های شاخص سینمای آمریکا، واقعا به خودم بالیدم که وقتی می‌بینم ایرانی‌ها در زمینه هنری، در زمینه دانشگاهی، در زمینه هر کاری که انجام میدن نامبر وان هستن، خوشحال میشم که از مملکت من هستن. تا این اتفاق افتاد که افتخار همکاری با اون پیدا بکنن، در اولین تجربهش در یک سناریو ایرانی به نام یک کاری به نام شیرین این لاف که این روزها خیلی سر صدا کرده، هر جا میرم به پوستراشو میبینم، روزنامه‌های مختلف می‌نویسن، و رفتم برای پارت چلو سولوش همکاری کردم با یک کمپوزیتور خیلی خوب آمریکایی. ولی بعد از چند ماه باز رامین به من زنگ زد، گفت من می‌خوام یک بار دیگه موسیقی ضبط بکنم و کمپوزر دومی رو انتخاب کرد که اونم آمریکایی بود و کارش بسیار شاخص بود و اون با اون کمپوزر به فاینالی بالاخره کار ضبط شد. در قسمت کار دوبلش، در قسمت تدوینش، در قسمت صداگذاری، چون بچه‌ای که باش کار می‌کردن منم باشون دوست بودم، می‌دیدم که چقدر وسواس داره، چقدر حساسیت داره و می‌خواد همه چی رو به نحو عالی برگزار بکنه. در صورت من بهش خیلی تبریک میگم و با اینی که بسیار سر شلوغ بود و اخیراً نیویورک بود، شیکاگو بود، چون یه خبر خوشحالی هست که فیلمشو خریدن و دیگه انتظارها به پایان رسید و شیرین این لاف از 14 میره به ایالت‌های مختلف و اینم بازی موفقیت برای ایران. به همینجا بهش سلام میکنم، خوشاوند میگم که با وقت کمش افتخار داد اومد تو استودیو. رامین جان خیلی ممنون که در کنار من هستی. خیلی متشکرم. اولا خیلی ممنونم که تو ساختن فیلم با ما همکاری کردین در موسیقی. باعث افتخارم بوده و حالا هم خیلی خوشحالم، خیلی ممنونم که در برنامه‌تون شرکت میکنم. من به صورت همونجوری که خیلی اشاره کوچیک کوتاه اشاره کردم به خاطر اینکه همیشه رامین ممانعت میکنه از که ازش صحبت بکنن، باید برین توی دنیای مجازی کامپیوتر ببینین که چقدر فعالیت داشته. میخوام یه تشکر، یه اسپیشال تنکس داشته باشم از متیو، کارا و پیمان که سه نفر از بچه ها هستن که دارن با من همکاری میکنن در پشت دوربین. در اصل ما 4 این پروگرام رو تهیه میکنیم، میاریم به کامپیوترتون و تلویزیونتون رو. پیمان جون بریم اولین تریلر از شیرین این لاف رو ببینیم که داره میاد به مارچ، یعنی با اومدن بهار، فرا رسیدن اون شکوفا، البته لس آنجلس که همیشه بهار، همیشه گرمه، ولی با رسیدن فصل بهار
و نوید عید نوروز. این فیلم هم داره میاد تو جامعه آمریکا. بریم تریلرش ببینیم، بعد بیایم رامین رو ازش کلی سال داریم. تصورش رو بکن، توی شهر ماهیگیرا به دنیا بیای، پدرت معروف‌ترین ماهیگیر شهر باشه، ولی خودت لحظه ای که پا توی قایق بذاری دریا زده. تو زیباترین اتفاقی بودی که در زندگی من افتاد. تنها چیزی که مطمئنم درست انجام دادم. خب ویلیام، ما کجا با هم آشنا شدیم؟ اکثر مردا به من نمیگن او نه دوباره تو. سلام خانم آرسن. سلام. نه بازم تو. بله، حدود یه ماه پیش توی مهمونی ایرانی یه خونه بزرگ تو بیولی هیلز. آها، مهمونی مامانم. خیلی مشروب خوردم اون شهر. آره درست. کمکم کن، فرار کردم. من بیاق نیستم. نامزدم توی تخت غریبه است. آی سرم گیج میره. من ایرونیم، تو ماشینم هم لوستر دارم. آروم بگی بابا، الان میترسونیش. تو همیشه میخواستی مقاله بنویسی؟ اینم فرصت، برو باش مصاحبه کن، یه مقاله سطح بالا بنویس. بهت قول میدم یک کلمه‌ش هم عوض نمی‌کنی. شیرین حالش خوب نیست و بهتره که یکی دو شب اینجا بمونه. یکی دو شب با نامزدم در مورد تو حرف زدم. پرسید که چرا درباره یه نفری که با رادیوش بازی میکنه کنجکاوی. وقتی که به او فکر میکرد مثل ماهویی که در دام افتاده باشد بدنش میلرزید. باید او را میدید. Conversations that don't seem to solve, 'cause there's still a girl I still wanna call. If there was one thing I would say as he drives you home tonight, then I'll be waiting somewhere, standing on the average side, the average side of everything. با سلام میگم و درود فراوان. اگر تازه به ما پیوستید، رامین نیامی کارگردان فیلم شیرین این لاف، اولین تجربهش در جامعه ایرانی بعد از سالها که در جامعه بیلومنری کار میکنه، با دست پر اومده با شیرین این لاف. من خیلی سورپرایز شدم، تعجب کردم، چون وقتی که ما موسیقی فیلم میزدیم خودش نظارت کامل داشت و تاکید داشت که بعضی از صحنه‌ها رو حتما موزیشن رو باید ببینن، با اینی که خب نوت داشتیم همه چی روی روال عادیش بود، ولی میخواست که ما اینو ببینیم که یه مقدار اون احساس و تاچ اون صحنه رو داشته باشیم. من این زبون اصلی بود. حالا میخواستم ازت سوال کنم که چه جالبه این ترجمه شد رامین جان. بالاخره بله، ما این فیلم رو اصولا برای جامعه امریکایی درست کردیم، ولی خب برای ایرانی هم فکر کردیم که به دو زبون بدیم بیرون. فیلم به زبان اصلش به انگلیسیه، نازنین بنیادی، رالی سمیت، بعد ماز جبرانی، مکس امینی، آنایتا خلطبری، جورج والاس، ایمی مدیگن، آقای مارشال منش و یه سری هنرمندای ایرانی و هنرمندای امریکایی با هم کار کردن. به اضافه موسیقیش هم که شما صحبت کردین، محمود آقای رالی خوشی راک بند داره، موسیقی امریکایی داریم، به اضافه آقای اندی تو فیلم هستن، بلک کات هستن. و بعد ما فکر کردیم که برای اون دوستانی هم که دوست دارن فیلمو به فارسی ببینن، اونم دوبله کردیم و آقای رضا نرمی‌زاده که از بهترین ایشون مدیر دوبله بودن و یه سری دیگه از هنرمندان
عالی ایرانی اومدن. مرتضی برجسته بود. بله آقای مرتضی برجسته. بله اتفاقا گفتم من تا حالا دوبله نکردم ولی من قصد ستاشون دوست دارم که دارم. فیلم رومانتیک خیلی خوبن. خانم بوسوق هم بودن. خانم بوسوق بودن. بعد آقای خیاط باشی بودن. بله حسن خیاط باشی. بله آقای حسن خیاط باشی، آقای پرویز فیروزکار. به به. و همه دوستان اومدن و خلاصه ما کمک کردن که دوبله هم داشته باشیم، بازی نویس انگلیسی. و ما فیلمو قراره در سینمای AMC و سینمای دیگه AMC برنامه‌ای داره به اسم AMC ایندیپندنت، فیلم‌های مستقله در 15 تا شهر AMC ها نشون میدن و ما سعی میکنیم که سانسایی به انگلیسی باشه و سانسایی به فارسی. این کاری که تا حالا فکر نمی‌کنم کسی کرده باشه. و یه فیلمی که من همه هدف این بود که یه تصویر، یه فیلم خانوادگی باشه، تصویر مثبتی از ایرانی ها اینجا باشه. درودش. چون نازنین رول خانم جوانیه که رفته وکالت خونده ولی دلش بخواد نویسنده شه. مادرش آنیتا خلعتبری مجله مد داره، پدرش استاد دانشگاه است، آقای مارشال منش بازی میکنن، نامزدش آقای مازجوبانی جراح پلاستیک، دوستش هم آقای یه دکتر دیگه است که مکس امینیه. بعد این خانم علاقه هم شده به یه نویسنده امریکایی و اون مسئله خانوادگی پیش میاد. ولی همه از سعی این بود که یه نقش مثبتی از ایرانیانشون بدین، چون متاسفانه میدونین تصویر که هستش تصویر منفیه. بعدم فیلم های هنری هم که از ایران نشون میدن، فیلم های خیلی خوبی ما اینجا نشون دادیم، ولی اکثر اینا رو جامعه اصلی امریکایی نمیبینن، اینا رو فقط به حساب آرت هاوس های عده میبینن. این من می‌خواستم اینو مثلا AMC سینمای معمولیه تو تایم سکوئر نشون میدیم. ببین در AMC لس آنجلس سه تا شهر سه تا سینما اینجا نشون میدیم که مردم عادی که میرن سینما به قول معروف پاپ کورن می‌خورن و نمی‌دونم سیزن مثل فیلمای ایتالیایی آمریکایی یا چینی آمریکایی یا چیز ایرانی آمریکایی باشه، مثل مای بیگ رگ، کویک فت ودینگ. من درست در این مدتی که شیرینی لاف رفته بود برای تدوین، برای صدا، برای کارهای فنی، رامین جان میدیدم یه شور و شوقی در شهر ایجاد شده و من دقیقا احساس میکنم به خاطر اخلاق توه و به خاطر اون صفات خوبیه که داری. و خودم بعضی موقع بعضی روزا وقتی که توی استودیو سر میزنم بهت میدم همه بچه ها اونجا هستن و من یقین دارم که یکی از نکات مثبت این فیلم نگاه بسیار صادقانه ای که رامین روی جامعه ایرانی داره. همیشه میخواد جامعه ایرانی رو به نوع احسن معرفی بکنه جامعه بین‌المللی. من همیشه در همه مصاحبه‌هاش با افتخار میگه ایرانی هستم، اسمشو اصلا عوض نکرده، رو اسم خودش هست. و من یقین دارم که این فیلم میتونه این نقطه آغازی باشه در جامعه بیلون ملل. همینطوری که میگه من میخواستم در این سینمای معمولی نشون بدم که همه اینو ببینن، چون یا یه فیلم هست که خیلی هنری هست که یه قشر خاص میبینن یا یه فیلمی هست که فقط میره برای یه فستیوال. ولی رامین خیلی وقت گذاشت رو این فیلم و حتی در موسیقی فیلمش که در اول فیلم اشاره کردم که خودم توش اینوالو بودم، خودم توش دست داشتم، دیدم که با آهنگسازش خیلی جدی برخوردار میکرد و اصلا کل موسیقی رو عوض کرد. و این درسته که شما وقتی که میگه آهنگو 3 دقیقه میشتمی یا میری روی صندلی سینما میشینی یک ساعت و نیم یا 2 ساعت یه فیلم رو میبینید، ولی حاصل سالها تلاشه، سالها فکره، جنجالیه که پشت دوربین هست، تمام امکانات رو درست میکنه، یه دفعه مثلا یک هنرپیشش درست توی صحنه حساس سربا خورده بود، مجبوره تمام کرو رو تعطیل بکنه، حالا بعد صدای این باز بشه. و به هر صورت من بهش درود میفرستم. میخواد بریم، میدونم که برای ما کلیپ های خیلی خیلی ارزنده آوردی که من بازت تشکر میکنم. در از برنامه من خونه شماست، من شما خیلی یاد میگیرم به معنی که در فیلم سابسک هستین. میدونم که تمام اینا چیزای یونیک آوردی. بریم یه دونه DVD اندی رو ببینیم بعد برگردیم رامین جان. ما ساعت کم پیمان جان ما آماده ایم برای دیدن DVD. میان از خونه بیرون دخترها پسرها تمشت و دلاشون، همه جا یه صدا، صدای خنده هاشون، شیری شیری دان خانوها
خانومان خوشگل شدی امشب، خندت شکره لبهات حسنه مثل گل شدی امشب. چه خوشگل چه خوشگل چه خوشگل شدی امشب، چه خوشگل چه خوشگل چه خوشگل شدی امشب، چه خوشگل چه خوشگل چه خوشگل شدی امشب. به چشم من یه خوشگله، اونم تو باغ عشق یه تک گله، اونم تو اگه فقط یه مجنونه، اونم من از عشق تا یه دیوونه، اونم من از عشق تا یه دیوونه، اونم من شیرین شیرینا خانو خانوما خوشگل شدی امشب، خندت شکره لبهات حسنه مثل گل شدی امشب. اندی هنرمند خوب با شینی هر دوشون در هر اتفاقی در شهر میفته کمکی هست، مسئله مریضی هست، همیشه اندی و شینی حضور دارن. میخواستم ازت سوال کنم که این ویدیویی که ما الان دیدیم یکی از سانگایی که تون بله یکی از آهنگایی که آقای اندی تو فیلم اجرا کردن و همطور که منین همه آدم ها از ملیت‌های مختلف می‌رقصن. بله آقای اندی خیلی ما کمک کردن. میگم راجع موسیقی من هم سعی کردم موسیقی امریکایی داشته باشیم تو فیلم، هم موسیقی ایرانی و راجع به اسکور که افتین یه چیزی مثل پل باشه بین این دوتا. آقای اندی تو فیلم هستن، آقای بلک کتس هستش تو فیلم و این ویدیو رو هم اولین باره که ما داریم پخش میکنیم. هنوز فکر نمیکنم روی یوتیوب رو جایی باشه. خیلی حسن تشکر میکنم. رامی جان اگه بخواییم خیلی کوچیک یه اشاره بکنیم، این فیلم هایی که تو جامعه بین‌المللی ساختی به جز بلوز یک یکی دو چشو اشاره کنم. من هم فیلم های سینمایی ساختم، هم فیلم های به حساب مستند. مستندان بیشتر راجب هنر بوده یا مسائل اجتماعی بوده. فیلم‌های سینمایی یه فیلمی داشتم به اسم Summer in the City که همین سینمای لملی نشون داد، HBO اینو خیلی نشون داد، HBO سینماکس و کلی فستیوال‌های مختلف بود و 30 تا کشور پخش شد. بعد یه فیلم پلیسی درست کردم به اسم پاریس که اونم سینما بود و چیزه در شو تایم خیلی نشونش میدادن. این اولین فیلمیه که فیلم پارسال هم بلوز بود. بله این اولین فیلم که حقیقتش من نیویورک زندگی میکردم وقتی که اومدم. این فیلم اصلش قرار بود یه فیلم رومانتیک کامیدی امریکایی باشه، ولی من لس‌آنجلس که اومدم فکر کردم با جامعه ایرانی که دیدم گفتم فیلم درست کنم که جامعه ایرانی ها نشون بده. چه خوب. و اینو من به حساب تبدیلش کردم به فیلم ایرانی امریکایی، از فیلم امریکایی در اومد و کردم شه خانواده ایرانی. بله ولی من بر صورتم اونجوری که باز در قسمت‌های مختلف مصاحبه‌مون گفتم، اون دیدی که تو نسبت به جامعه ایرانی داری و حساسیتی که رامین داره و میخواد که اگر که اسم ایران و تولیدی از طرف جامعه ایرانی هست به نفع احسن در یک کیفیت عالی باشه، بر من بسیار ارزنده است و دیدم که در بسیاری از نکات مختلف فیلم، چون من بیرون از مسئله کارگردانی و سینما با رامین نزدیک هستم، دیدم کل جریان رو عوض میکنه و میگه نه من باید حتما اون نمره خوب باشه که اون قبولی بشه که این کار رو بذارم توی فیلمم. میخواید بریم از نازنین بنیادی که هنرپیشه اول فیلم شما هست که الان این روزا در آمریکا سر صدا کرده، بخواست اینکه در هوملند بازی میکنه، درست؟ بله خانم بنیادی پارسال تو سریال های میت یور مادر بودن، امسال در هوملندن، الان هم در یه سریال جدیدی هستن که نمیدونم اسمش تو روزنامه نوشتن یا نه، به هر حال سورپرایزه و هنرمند بسیار با استعدادی هستن. ایشون رول شیرین رو بازی میکنن و واقعا من موقعی که داشتم کستینگ میکردم اصلا نمیستم کی باید این رول بازی کنه، خانم بنیادی که دیدن من که اصلا بهترین کسی که میتونن بازی کنن. حالا خودشون توضیح میدن که برای چی این رول. بریم پیمان جان ببینیم بعد برگردیم بیم تو استودیو. راستش وقتی که این داستان عشق شیرین رو خوندم احساس کردم که شیرین خیلی شخصیت بامزه‌ایه، خیلی بانمکه
و در ضمنم یه حالت خاصی داره از نظر این که نمیدونه که تو زندگیش چه مسیری رو بره، اون مسیری که پدر مادرش براش انتخاب کردن یا اینکه مسیر جدیدی رو برای خودش انتخاب کنه و به اون امید و آرزوی خودش برسه. و این برای من خیلی جالب بود که این حالت انتخاب بین این دوتا مسیر زندگی برام جالب بود. نازنین بنیادی یکی از ایرانیان موفق در زمینه سینما که همون جوری که رامین هم اشاره کرد این روزا در پروژه های مختلف آمریکایی کار میکنه و من وقتی که از کنار روزنامه فروشی ها یا جایی که رد میشم که مجله های هنری بینم وقتی عکسش روی جلد ببینم بازم احساس غرور و افتخار میکنم. بعد از نازنین بنیادی شما مسابقه اسپشیال بر ما مخصوص بودی، خانم آنایتا خلدبری که اونم چهره آشناس در جامعه ایرانی چقدر زحمت کشتن در رابطه با تلویزیون و کارهای دیگه. آنایتا مامان نازنینه در بله ایشون ما به قول معروف قول منفی فیلم کسی که چیزه و رول منفی بازی میکنه یعنی ممانعت کنه. قضیه اینه که این خانم شیرین یه نامزد ایرانی داره ولی بعد با یه نویسنده امریکایی آشنا میشه و مامانش هیچ نمیخواد که این رابطه با جراح پلاستیک بولی هیل از بین بره که آقای ما از جبرانیه. خلاصه سعی میکنه کاش کنیایی بکنه و واقعا ایشون چون رول منفی بازی کردن خیلی کار مشکلیه و ایشون فوق العاده بودن تو فیلم. در اصل در شیرینی لاب به یک زبان ساده ما می‌بینیم که عشق غلبه می‌کنه بر اون احساسایی که آدم میگه که باید بری دنبال زندگی خوب، بری دنبال آخر عاقبت، این شعارهایی که ما ایرانی همیشه میدیم، ولی بعد نه دیگه این عشق این باعث میشه که اون بره دنبال اون چیزهای احساسی. بله اون مسئله که ما داریم اون اختلاف به حساب سنتی که پدر مادرها میخوان بچه هاشون ازدواج کنن حتما با یه آدم که خیلی موفق جراح نمیدونم مهندسه و اون چیز که خب بچه ها جوان ها به هر حال دنبال اتفاقاً با قلبشون میره. اتفاقاً با اینی که رامین تو سالهاست در آمریکا هستی و خب همیشه ارتباط رامین نیامی با یه جامعه آمریکایی بوده، با فیلم داستوری بوده، ولی میبینی که چقدر لمسش از این داستان، این داستان این روزاست و اینو به طور خیلی خیلی ماهرانه کشته به تصویر. پیمان جون بریم به دیدار خانم آنایتا خلدبری بعد برگردیم با استودیو. سلام، آناهیتا خلعتبری هستم. نقش مریم در فیلم شیرین ان لاو یا عشق شیرین رو بازی میکنم. نقش یک مادر فوق‌العاده پرقدرت ولی در این حال کسی که یک خانومی که شاید جنسش کمی خورده شیشه داشته باشه. شیرین ان لاو یا عشق شیرین امسال با نوروز به سراغ شما عزیزان میاد. سال نو رو با یکایی که شما صمیمانه تبریک میگم. تصویری که دیدین از متیو بود تا موقعی که تصویر دیدم گفتم this is unbelievable perfect lot of color good color و تصویرش مثل میوزیک بود. گفتش که این کار متیو در اون طرف دوربین و کارا هر دوشون دارن به ما کمک میکنن. رامی وقتی که میاد با یه کرو بیاد و من خوشم میاد، خیلی آدم حرفه‌ایه. رامین جان بریم سراغ ماکسامینی دوست مشترکمون. ماکسامینی که این روزا خیلی موفقه، همیشه من وقتی که توی سانست بولوار، وقتی که توی کلاب‌های بزرگ میرم میبینم ماز جبرانی و ماکسامینی اسمشون اون بالا هست برای برنامه، میرم میبینم اونجا باجه میگه بلیط تموم شده یا سولدات شده، بازم خبر خوبه. بله ایشون راجع به کاراکترشون صحبت میکنن. ماکس خیلی بریم ببینیمش موفق، ولی صحبت که میکنن راجع به کاراکترشون. پیمان جون بریم ماکس رو ببینیم. رو به همه شما تبریک میگم. من در مته به خودم با شما صحبت میکنم از صمیم قلب. میخوام بگم که ایرانی ها در هر جای دنیا که هستن انشالله از این مصاحبه لذت ببرن. به من میگن دکتر بن. بن اسم مستعار من هست، اسم ایرانی من با ب شروع میشه، به اسم فارسی من هستش
چجوری بگم با به شروع میشه، یعنی مادر بزرگ من هر وقت من میخواست صدا بکنه میگفت بزغاله بیا اینجا، این رو ما مونده و من اسمم گوشم بن. حالا شما صمیمی که شدین شما بگین بزغاله، چه اشکالی داره؟ بیشتر اگه میخواین با من آشنا بشین فیلم شیرین لاو رو ببینین، با دوستای من آشنا میشین، با مسائل رمانتیکی زندگی من آشنا میشین. من بسیار رمانتیک هستم، من شمع دارم تمام خونم، تمام خونه شمعه، یعنی شما از در که میایین اصلا چراغ ما نداریم، فقط با شمع ما زندگی میکنیم، که ما از من فقط شمع دارم و شعر میگم. انشالله که دوست داشته باشین، عید شما مبارک، دم به شما. ماکس امینی در اصل کاراکتر در فیلمش رو به تصویر کشیده بود چون اونجا دکتره، ولی ماکس امینی یه شمانه بسیار موفق هست. فیلم شیرین این لاو همراه با شکوفه‌های بهاری برای عید 11 میره برای یه اوپنینگ بزرگ، میره در ایالت‌های مختلف 12 و 14. رامی جایی توضیح بده ببینیم این بله. تاریخش بهتر شما میدیم. بله ما در 11 در کلاب اولان پریمیر داریم که فیلم اول نشون میدیم و بعد دوستان هنرمند که در فیلم شرکت کردن، آقای اندی گروه بلک کت و آقای رالی که چند آهنگ دارن برنامه اجرا میکنن، آقای ماجورانی هم لطف کردن و به حساب کمر معرفی میکنن و برنامه اجرا میکنن و بعد هم دیجی داریم، دیجی محسن بله دیجی محسن که بسیار عالیان و خلاصه چون فیلم یه فیلم شادیه همطور که دیدین همه در حال رقص و خوشحالیان، ما کردیم که یه اوپنینگ داشته باشیم که همه بیان و خوش باشن. بعد فیلمو در 14 در سینمای لس آنجلس نشون میدیم، در سینمای لملی، در تان سنتر و میوزیک هال ام سی بربنگ و در اورنج کانتی ام سی و تایم سکوئر نیویورک. هفته بعدش شروع میکنیم وقت به شهرهای مختلف رفتن و در سان فرانسیسکو، هیوستون، شیکاگو، 12 شهر مختلف، ما سیاتل نگاه میکنیم که اگر شما برین رو وبسایتمون و به 1-800 نامبرمون که اعلان میکنین، بله تمام اطلاعات رو ما یه دونه با 800 گذاشتیم فقط برای اطلاعات ایرانی، ولی تو وبسایتمون اعلان میکنیم و بعد روزنامه ها اعلان میکنیم این چیزو. بلیت بر پریمیرمون هم از تیکت بلوم میفروشه و از مغازه های مختلف خواهند بود، ولی این فروش فیلم میدونیم فروش هرچی برای پریمیر باشه برای خرج همون پخش استفاده میشه، چون تمام دوستانی که این در فیلم شرکت کردن کمک کردن، چون ما اینو خارج از سیستم درست کردیم به حساب یه فیلم مستقله و واقعا همه هنرپیشه ها، من همینجا از همشون تشکر میکنم، از تمام هنرپیشه ها، از تمام موسیقین ها، عوامل فیلم، برای اینکه بدون اونا این فیلم ساخته نمیشد. جامعه ایرانی ما خیلی کمک کرد، ما در رستوران های مختلف از جاهای مختلف فیلم برداری کردیم و در رستوران جوان، کابره تهران و خیلی جای دیگه، من همه جایی یادم نیست، از همه واقعا و از جامعه ایرانی متشکرم. برسن ما از شما متشکریم که یک نماینده خیلی خوب معرفی شد از سینمای بین‌المللی به جامعه سینمایی که در خارج هستیم. تمام انتظارها میاد که ما ماجبرانی اونم شه اول فیلمو ببینیم. آقای ماجبرانی پیام شخصا خودشون گفتن من و برای اینکه یکی از بله حالا نشون بدیم من راجعه صحبت پیما جان بریم این مازو ببینیم که بعد برگردیم بسید. مازیار جبرانی هستم، امیدوارم که فیلم شیرین لاو رو بریم ببینید و دوست داشته باشید، ولی لطفاً قربونتون برم نذارین روی یوتیوب بذارین مجانی ببینید. این بدبخت فیلمساز، نویسنده، کارگردان رامین نیامی که
30 سال طول کشید این فیلم رو درست کنه، بعد شکست میشه خونش ازش میگیرن، بعد شما برین فیلم رو برین یوتیوب ببینین، خوشحالین؟ راضی هستین؟ نه، برین سینما بلیت بخرین، پاپکورن بخرین، بشینین فیلم رو ببینید. خیلی ممنون. بانجون چی گفت؟ ترجمه کنیم. بله، نه آقای ماجبرانی خواهش کردن از همه، چون بعضی دقت نمی کنن که وقتی که فیلم رو میگیرین و رو یوتیوب میذارین واقعا لطمه خیلی بزرگی میزنه و ما کمکی که از شما انتظار داریم که فیلم رو سینما ببینیم یا بعداً رو ویودی یا دیویدی. یوتیوب ضربه خیلی بزرگی به فیلم سازا زده. فیلم سازای ایرانی همیشه میگن که ما اینقدر زحمت کشتیم بعد همه نگاه میکنن دیگه فیلم از بین رفته، پخش کننده های امریکایی فیلم رو پخش نمیکنن موقعی که روی یوتیوبه. حالا ما خواهش که میکنیم اینه که لطفاً فیلم رو نذارین، نه فقط فیلم من و فیلم بقیه دوستانو، چون ما و بقیه هنرمندی ها اینجا داریم سعی میکنیم یه سینمای ایرانی امریکایی بسازیم. امسال سال خیلی خوبی بود برای فیلم سازای ایرانی امریکایی. سه تا خانم ایرانی فیلمشون در ساندنس بود. آقای ماجبرانی دارن یه فیلم جدیدی میدن بیرون، جیمی ویس بود. هنرمندی های دیگه دارن میسازن. ولی فقط ما میتونیم به این کار ادامه بدیم اگه دوستان برن فیلم ها رو ببینن و حمایت کنن. چون همونطور که گفتم اولین سوالی که من سینمای امسی از من کردن این که جامعه ایرانی چطوری اصلا فیلم دوست دارن. من گفتم ما سابقه سینما داریم، سینما همشه خیلی مهم بودش. ولی این که ببینن که مردم میرن، دوستانتون رو بیارین، دوستان امریکاییتون رو بیارین فیلم رو ببینین، این خیلی کمک میکنه که ما سینمای سالمی بسازیم که خط سیاسی به اون صورت نداشته باشه. چون فیلم ما فیلم انسان دوستیه و پیامش پیام عشق و دوستیه بین ملت هاست و بتونیم با این پیام فیلم های دیگه بسازیم. چون میگم هدف خیر از این نیستش که ما ایرانی ها رو بشناسونیم. و تمام هنرمنده هایی که فیلم شرکت کردن بین دلت بود، فقط هم هنرشای ایرانی نبودن که این کار کردن. خانم ایمی مدیگن کاندید اوسکار رو در فیلم شرکت کردن بین دلت. آقای جورج والاس که میدین در لاس وگاس خیلی برنامه دارن، آقای جورج والاس من گفتن که من پیام فیلم دوست دارم، خودشون از لاس وگاس اومدن توی فیلم شرکت کردن. الان هم توی برنامه قرار تلویزیونی راجع به فیلم صحبت کنن. آقای رالی تو هم گروه راک دارن هم چیزن، ولی گفتن که من ایرانی ها رو دوست دارم. همه اینا اون پیام صلح و دوستی بین مردم ایران و مردم امریکاست که حمایت میکنن. و ما همون اگر هم برن این فیلم ببینن حتما این کار خواهد شد. یک بار دیگه من اطلاع رسونی میکنم، ساندی مارچ 11 همه مارچ که دیگه داریم وارد سه‌شنبه، بله سه‌شنبه 11 مارس که دیگه داریم وارد بهار میشیم، نزدیک عید هست، در کلاب اولون یک برنامه بسیار پروپیمون تدارک دیده رامین نیابی. من شاید برای اولین بار میبینم که یک کنسرت چند تا هنرمند معروف در کنار نمایش فیلم، یک پذیرایی بسیار خوب. یعنی شما اون شب هم فیلم رو میبینین، الان این آفیش فیلم هم که اومد روی تیوی، و میتونین هم کنسرت ببینین، هم دیجی ها رو ببینین، هم گروه ها رو ببینین، و بعدم که دیگه وارد سینما میشه. چهاردهم رامین جا ما داریم کم کم میریم آخر برنامه. میخوام یه دفعه دیگه تریلر شیرین لاو رو نشون بدم به بینندگان برنامه ضیافت. اگه کاری نداری که کم کم خدافظی کنیم بریم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم و امیدوارم که همه این فیلم ببینن و فیلم های دیگه ایرانی امریکایی ما بتونیم اینجا پخش کنیم. ما هدف ما حتی این که فیلم های دیگه ایرانی هم به همین شکل بیاریم تو امریکا. من خودم با خیلی با کمال جرأت اعتراف میکنم که هر موقع از فیلمسازهای جوان، هنرمندان جوان، وقتی که به لس آنجلس اومدن، وقتی که به رامین نیامی زنگ زدم، با آغوش باز اونا رو پذیرفته تو استودیوش. همیشه بچه های جوان و به هر سال همکاراش کمک میکنه و استودیوی رامین نیامی یه خونه امید است و من همیشه اگه کاری از دستش بر بیاد اصلا نه رو بلد نیست و به نظر من این اخلاقیاتش و صفات خوبش هست که به این فیلم خیلی گرما بخشیده.
رامی جان بازم ازت تشکر میکنم و خدافیزی کنیم و بریم اون تریلر ببینیم. نمیخوای اسم دوبلورانم یه دفعه دیگه بگی؟ بله، همینطور که گفتم آقای مرتضی برجسته، خانم شیلا وسوخ، بعد آقای حسن خیاط باشی، آقای فیروزکار و هنرمندای دیگه، و من همینجا از همه شون تشکر میکنم. من که این دوستان فیلم رو اومدن به ما کمک کردن، خیلی ازشون ممنونیم که این کار کردن. دوستان دیگه هم که تو خود فیلم بودن مثل ماز و نازنین و مکس و اینا صدای خودشونه، آقای مارشال منش، اینا هنرمندان ایرانی صدای خودشونه. بقیه هم که این دوستان اومدن و همکاری کردن. امیدوارم فقط تنها چیزی که من متاسفم که نتونستم بقیه ایرانی هنرمند تو این فیلم باشم. امیدوارم در فیلم های آینده بتونم بقیه باشن تو فیلم. در پایان بخش یکی دیگر از برنامه های ضیافت براتون، شب‌های پرستاره، روزهای آفتابی، یه سبد پر از عشق آرزو میکنم. حمایت تک تک شما از فیلم شیرین این لاو یک راهی رو باز میکنه برای فیلمسازهای جوان، برای بچه‌هایی که در این ماهای اخیر بسیار هنرمندهای تئاتر، هنرمندهای موسیقی نقل مکان کردن به شهر فرشته‌ها و اینا نیاز دارن به یه سقف، نیاز دارن به یه اسکریپت کارشون رو نشون بدن. و یک صندلی رو وقتی که شما بگیرین و بشینین اون فیلم رو نگاه بکنین، صادقانه کمک بزرگی میکنین به گسترش فیلمسازی، همینجوری که رامین گفت، این فعالیت ایرانی ها با جامعه آمریکایی ها. از پیمان در اون طرف در اتاق فرمان، کارا و متیو که دوتا کارش رو دیدیم، بسیار بچه باستادی و ایران آمریکایی هستن، تشکر میکنم. روز روزگار بر شما خوش. بریم آخرین برای تصویر آخر تریلرش رو باز ببینیم. تصورش رو بکن توی شهر ماهیگیرا به دنیا بیای، پدرت معروفترین ماهیگیر شهر باشه، ولی خودت لحظه ای که پا توی قایق بذاری دریا زده بشی. تو زیباترین اتفاقی بودی که در زندگی من افتاد. تنها چیزی که مطمئنم درست انجام دادم. خب ویلیام، ما کجا با هم آشنا شدیم؟ اکثر مردا به من نمیگن او نه دوباره تو. سلام خانم آرسا. سلام. نه بازم تو. بله، حدود یه ماه پیش توی مهمونی ایرانی توی خونه بزرگ تو بیولی هیلز. آها، مهمونی مامانم، خیلی مشروب خوردم اون شب. آره درست. کمکم کن، فرار کردم. من بی‌عقل نیستم، نامزدم توی تخت غریبه است. آی سرم گیج میره. من ایرونیم، تو ماشینم هم لوستر دارم. آروم بگی بابا، الان میترسونیش. تو همیشه میخواستی مقاله بنویسی؟ اینم فرصت، برو باش مصاحبه کن، یه مقاله سطح بالا بنویس. بهت قول میدم یک کلمه‌ش هم عوض نمی‌کنی. شیرین حالش خوب نیست و بهتره که یکی دو شب اینجا بمونه. یکی دو شب بمونه؟ با نامزدم در مورد تو حرف زدم، پرسید که چرا درباره یه نفری که با رادیوش بازی میکنه کنجکاوی. باز دوباره یکی داره پا میذاره تو قلب من، شب که میام تا اون نیاد خواب نمیام. وقتی که به او فکر میکرد مثل آهویی که در دام افتاده باشد، بدنش میلرزید. باید او را میدید.